از اول بچگی من دست به زغال می‌زدم طلا می‌شد. چهره مذهبی، خانواده انقلابی، روحیه مبارزاتی. گریز از دست ساواک یه چیز عادی بود در خاندان ما. اهل مسجد انقلابی بودم. به جاهتش جایگاهش را بالا برده بود. من کارم صبح تا شب مصاحبه در صدا و سیما بود. شخصیتی معتمد، تحلیلگری معتبر. پیروز هر رانده از مناظره شدم، بعدم خیلی مورد توجه قرار دادم. تا اوایل دهه 80 همه چی خوب پیش می‌رفت. راضی بودم از زندگیم. الحمدلله رب العالمین. عزت داشتم، آبرو داشتم. تا اینکه یک روز سفیر انگلیس و افسر MI6 اسمش روش اندرودان در یک نشست دیپلماتیک به اون نزدیک میشوند. سفیرها همه اومدن، از جمله این سفیر انگلیس، یه نفرم همراهش بود، کارتی هم دادم، همینجور گذاشتم تو جیبم. افسر انگلیسی اکبری را از خودش بهتر میشناخت. نوع نفوذ اونها اینه که کاملا شخص رو به طور دقیق میشناسن. راه‌های رسیدن به ذهن و فکرش را آموخته بود. یعنی با تمام زوایای فکری من آشنا بود. تمام گفتگوهای من رو داشتن به روز. خب حالا شما کی هستین؟ ما یه مؤسسه پژوهشی هستیم، کارمون خدمات رسانی، تحلیلی و بررسی برای مؤسساتی که کارهای اقتصادی میکنن، مؤسسات کارهای سیاسی. اولش اینجوری نرم نرمک با وسوسه و تطمیع او را به سفارت انگلیس میکشانند. یه دعوتنامه برای ما فرستاد و ما هم رفتیم سفارت رو و خارج از روال برای او ویزا صادر میکنند. شما دیگه از این بعد اصلا زحمت هم نکشید، خودتون زنگ بزنید، ما خودمون میام مدارک بگیریم، اصلا ویزای طولانی مدت بدیم. سال 84 آغاز تغییر یک انقلابی به یک ابر جاسوس است. دائم گفتن ما سه چیز داریم: دسترسی زیاد، حمایت فراوان، پشتیبانی خوب. وزارت اطلاعات به جرم جاسوسی دستگیرش میکنند سال 87، اما با قید وثیقه و تعهد آزاد میشود. سال 89 به بهانه درمان به اتریش، سپس به اسپانیا و در نهایت به انگلیس میرود. زمان میگذرد، آبها از آسیاب میافتد و او سال 91 پایش دوباره به ایران باز میشود. به واسطه ی ارتباطات گذشتهش دوباره به مسئولین نزدیکتر میشود. انگلیسی ها این بار با دو زن او را هدایت میکنند. جسیکا آمد، یک سال 7-8 ماه که جسیکا بود. خب ایشون کیت معرفی کرد در جلسه. راه های ارتباط امر را به او آموزش و به او اطمینان خاطر میدادند که پشتش به انگلیسی ها گرم است. مثلا سفر نتونستی بیای، یه صفحه ای برات درست کن، این صفحه رو باز کن ببین. بعد به من گفته بودن تو وقتی اینو باز میکنی اینجا هر چی تایپ کنی مثلا ما میبینیم. بهترین منزل، بالاترین درآمد جاسوسی. حیله های انگلیسی توانسته بود او را دوباره جذب کند. روانشناسی دقیق، رفتارشناسی دقیق. کسی که در رزومه کاریش معاون حوزه روابط خارجی وزارت دفاع، مشاور اسبق دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و مسئول اسبق حوزه دفاعی امنیتی وزارت دفاع را داشت. یا با چه کسایی کار میکنن؟ کیا همراهشونه؟ تیمشون کیه؟ انگلیسی ها ولای اطلاعات داشتند از هر جا که شده، از نحوه انجام فعالیت های هسته‌ای در دوران تحریم. راجع به سوال کردن که ایشون نظرشون راجع به ادامه مذاکرات یا اگر مذاکرات به بن‌بست بخوره راجع به رویکرد جمهوری اسلامی ایران چیه؟ اطلاعات مراکز حساس هم میخواستن، مثل شورای عالی امنیت ملی. بعد نظر من راجع به طرح روسیه میمونم، نظرم اینه که این طرح اینجوری اینجوری اینه. در حوزه اقتصادی میخواستن روش‌های دور زدن تحریم‌ها توسط ایران را بدانند. در حوزه دفاعی و نظامی به دنبال افراد شاخص بودند. دکتر فخری زاده میتونه مثلا اگر یک چنان پروژه باشه درگیر یک چنان پروژه، و حتی به دنبال سوء استفاده از نفوذ ایران در منطقه بودند. گفت در عراق یه تعدادی از دیپلمات یا شهروند انگلیسی توسط یه گروهی روبوده شده. مثلا ببینید کسی میدونه که اینا توسط چه کسی روبوده شدن؟ من یه برادری که ایشون آجاها اسمشون آوردن، من سوال کردم آقا یه مسکی تعدادی آدمی روبوده شدن توی عراق، شما خبر دارین اینا؟ مثلا یه دفعه ایشون خیلی تعجب کرد از سوال من. من اینجوری گفتم یعنی من اگرم میدونستم، اولا که نمیدونم، ولی اگرم میدونستم یک کلمه من راجع به این همچی حرفی من صحبت نمی‌کردم. وزارت اطلاعات مدتی او را تحت رصد قرار می‌دهد و در آبان سال 98 دستگیرش می‌کند. خودش می‌گوید کمبودی در ایران نداشته. من که مشکل مالی نداشتم که، مگه خدا به من اون همه رحمت نداده بود؟
اما انگلیسی ها مثل آتشی بودند که ابتدا او را گرم کردند و آرام آرام سوزاندند. ما تو قرآن داریم تعبیری به این ترتیب که میگه ولا تقرب خطوات و شاید، نزدیکش نشید. نمیگه که عمل نکنید، میگه نزدیکش نشید. علیرضا اکبری در دادگاه انقلاب اسلامی ایران مفسد فی الارض شناخته و اعدام شد. آمنه سادات ذبیح‌پور، خبرگزاری صدا و